سلام، حال شما چطوره؟ من فرنازم و شهر ملبورن استرالیا زندگی میکنم. خوش اومدید به این ویدیو. میدونم که اینجا بهترین جایی هم نیست که من نشستم برای نورش، ولی میخواستم با همین منظره شروع کنم. حیف که این پشت رو نمیتونید ببینید، ولی من بهتون نشون میدم. خب ویو اینجا رو بهتون نشون بدم. البته الان یکم قبل از غروب آفتابه و رنگ ها رو شاید خوب به اندازه توی روز نبینید، ولی خیلی قشنگه. خیلی این ویو رو دوست دارم. نگاه کنی این زمین بزرگی هم که اینجاست، هر کسی میتونه بیاد بازی کنه. یه وقت داری مثلا ایونت برگزار میکنن، پیکنیک میکنن خانواده ها و خلاصه خیلی باحاله. اینم همسایه پایینی ماست که یک ایوون بزرگی داره، که آدم دلش میخواد بره فقط گلدون بذاره و سبزی بکاره و اینها. این قسمت هم که من خیلی سریع تکون ندم دوربین رو، این قسمت هم که سیتیه، به اصطلاح سیتی توی ملبورن، در واقع اون قسمت ساختمون های بلند و آپارتمان های بلند و برج و اینا متمرکزه توی این قسمت و با ما تقریبا یه 10 دقیقه فاصله داره. خب چه خبر؟ هر جای دنیا که هستید امیدوارم که خوب باشید. خیلی دوست دارم بدونم که این ویدیوهای یوتیوب رو بچه ها از کجای دنیا میبینن، به خصوص که از ایران با فیلتر شکن وارد میشن. اینو من دقیقا نمیدونم که کی از کجا دقیقا داره ویدیو یوتیوب رو میبینه، واسه همین خیلی خوشحال میشم که برام بنویسید توی کامنت ها که از کجای دنیا و از کجای ایران، از چه کشوری، چه شهری دارید این ویدیو رو میبینید. و خیلی ممنونم که نشستید و این ویدیو رو دارید تماشا میکنید. امروز میخوام درباره شکستگی ترقوم و نرمش هایی که متخصص به من داده برای بهتر شدنش با تون صحبت کنم. این یک خلاصه ای بود از اینکه امروز میخوایم چیکار کنیم، توی این ویدیو میخوایم چیکار کنیم. شاید شما شب دارید این ویدیو رو میبینید. اونجایی که من باز یادم رفت تاریخ رو اول ویدیو بگم، الان میگم. امروز 6 دسامبر 2023، ساعت حدود 4 بعد از ظهر، در شهر ملبورن، هوای بهاری که دیگه تقریبا داره میره رو به تابستون، در خدمت شما هستم. خب بذارید ماجرا رو از یکم قبل تر تعریف کنم. ماه اپریل بود که دقیقا فکر میکنم 24 اپریل که توی یک تصادف سخونه ترقوم شکست. ما توی ماشین بودیم، داشتیم توی بزرگراه میرفتیم. حالا بچه‌هایی که توی اینستاگرام هستن در جریان جزئیات ماجرا هن، چون یه لایو گذاشتم و تعریف کردم. ما توی بزرگراه داشتیم میرفتیم و طی ماجراهایی خلاصه ترافیک شد و ما متوجه یه دفعه این ماشین جلوی زد رو ترمز و خلاصه ما هم خوردیم به این ماشین جلویی و ایربگ هم باز شد. این خیلی شدید بود، اصلا به نظر نمی اومد که اینقدر شدید باشه. خلاصه ما خوردیم به ماشین جلویی و کیسه هوا باز شد و از فشار اون و از فشار کمربند این سمت بود دیگه، من استخونه ترقوم شکست. آخیش چقدر نور بهتر شد. گفتم بیام ادامه ویدیو رو این طرف براتون بگیرم و براتون تعریف کنم که در این چند ماه وضعیت شونه من چجوری بود. واقعیتش اینه که فکر نمی کردم که حالا لزوما جالب باشه برای کسی دونستنش، منظورم از نظر تجربه خود این روند بود. حالا شاید دوست داشته باشید بشنوید، ولی خب جالبیش این بود که کسایی که، یعنی من متوجه شدم که خب خیلی چیز متداولیه و خیلی ها دوچاره شدن، خیلی ها به من پیام دادن که مثلا ما هم استخونه ترقوم شکسته و نمیدونم اینجوری شده اونجوری شده. و خلاصه اگر تجربهش نکردید که امیدوارم هیچ وقت تجربهش نکنید، و اگر هم که تجربهش کردید که امیدوارم خوب شده باشید کامل یا اینکه در حال بهبود باشید. من از وقتی اومدم استرالیا که میشه تقریبا
اپریل، می، جون، جولای، 4 ماه از تصادف من و از شکستگی ترقوه من گذشته بود. خب وقتی که بیرون مثلا میرفتم یا زیاد میستادم، شاید مثلا نیم ساعت یک ساعت که ایستاده بودم، این عضله پشت شونه من شروع میکرد به درد گرفتن و تنها چاره ای که، این تنها روشی که اینو خوب میکرد این بود که من یا بش، یعنی حتما باید میشستم، یعنی دیگه چاره جزی نبود. بعضی وقتا اینقدر درد میگرفت که من حتما باید دراز میکشیدم. تقریبا خب یه چند هفته این ادامه داشت تا اینکه من دیگه گفتم که خب مثلا پاشم برم فکری برش بکنم و رفتم فیزیوتراپی. فیزیوتراپی رو شروع کردم و اکس رایی که از کره داشتم و خب به فیزیوتراپ هم نشون دادم و خودش هم نگاه کرد، بررسی کرد و دیگه این روند ادامه داشت. یه سری تمرین به من داد، گفتش که اینا رو هر روز انجام بده و خب از کم هم شروع کرد دیگه، مثلا از یه دونه دوتا تمرین شروع کرد. مثلا برو 3 هفته دیگه بیام. مثلا نمیشه 7 هفته دیگه بیام؟ نه. من اینو دقیقا نمیدونم دلیلش رو، شما اگر میدونید برام بنویسید. من همون متخصص اولیه هم که گفتم سندشم بالا بود و مشخص بود مثلا خیلی از این با تجربه هاست، ولی خب نمیتونست خیلی ارتباط برقرار کنیم، چون من اونقدر کره این خوب بود، نه اون انگلیسی صحبت میکرد، اونم با همون زبان بی زبونی و ترنسلیتر و اینا. به من گفتش که تو فیزیوتراپی نرو، اگر فیزیوتراپی بری روند بهبودت کند میشه و بذار روند طبیعیشو طی کنه. حالا خلاصه من که عملا اینجوری هم شد دیگه، مثلا یک ماه و نیمی بعدش، بعد از مثلا اینکه بانداجو باز کرد، عملا این اتفاق افتاد که من فیزیوتراپی نرفتم. خلاصه فیزیوتراپی که شروع کردم، خب هی این کم کم شروع کرد به بهتر شدن، ولی همچنان خب مثلا اینجا پشت من درد میگرفت و اوائلش اصلا جوری بود که اوائل که میگم این تازه که بانداجو باز کرده بودم، کل دست من درد میگرفت، دردش میزد مثلا توی قفسه سینه من تا زیر سینه های من و خلاصه خیلی اذیت میشد دیگه. بعد دیگه کم کم بهتر و بهتر شد. حالا جالبش اینه که خود اینجا اصلا دردی نداشت، یعنی اصلا خود این استخون دردی نداشت. بذارید بهتونم رو سینه‌شون بدم، نگاه کنید الان این شکلی، اگر که درست یه کوچولو بالاه توی نور میبینید یا نه، مقایسه کنید با این طرف، روش زیاد الان برعکس که نمیخواد. حال خلاصه امروز من اومدم که اون نرمش ها رو برای شما هم انجام بدم، شاید برای کسی مفید باشه و یا اینکه اصلا کلا ببینید که اینجا چه نرمش هایی میدن، چون مثلا نرمش هایی که توی کره من گفته بودن یک کوچولو متفاوت بود. اگر که براتون جالب بود بدونید، تونید چند دقیقه آینده رو تماشا کنید، من پاشم که براتون انجام بدم. خب اجازه بدید من موامم ببندم بالا که حرکات رو قشنگ ببینید. خب اولین حرکتی که به من گفتن، دستا رو اینجوری میکنیم و میبریم عقب، پنج ثانیه نگه میداریم و ولش میکنیم. چیزی که به من گفت این بود که فرض کنید که یه دونه خود کار گذاشتید بین دوتا کتفتون، کتف آره بین این دوتا استخونه، این کار میکنید، 5 ثانیه نگه میدارید و بعد ول میکنید. نمیدونم اصلا چی جوری انجام دادم، تا الان از خودم ویدیو نگرفته بودم موقع انجام دادم. یه حرکت دیگه که اینو خیلی هم تاکید داشت روش، همیشه میگفتش که مثلا جزء اونایی بود که همیشه حتما میگفت اینو انجام بده تا که بقیه رو انجام ندادی. اولش یعنی تقریبا مثلا 1 ماه 2 ماه اول این حرکت بود، دستا صاف کنار بدن، اینو میارید بالا، 5 ثانیه نگه میداری
میاریم پایین. خوبه که به خاطر این ویدیو من حداقل برای شما انجام میدم همراه با شما. 5 ثانیه نگه میداریم و میاریم پایین. خب موقعی که یکم گذشت، تقریبا مثلا از نصف بیشتر جلسات ما که گذشته بود، دیگه به من گفتش که حالا دست تو یکم بیار بالا. خب اینو یکم میاریم بالا و همون حرکت رو باز انجام بده. شونه رو میاریم بالا، 5 ثانیه نگه میداریم، بلشون و ولشون میکنید. برای حرکت بعدیش بعد از یه دیوار استفاده کنید. من از اونجایی که دیوار خالی سخته پیدا کنم و دوربین رو جا به جا کنم، از همین استفاده میکنم. ولی خب چون موبی جلوشه، یه کمی فاصله من زیاد میشه با دیوار، شما یه در نظر داشته باشید. ولی خب خود حرکت همینه که بهتون نشون میده. دستتون رو فشار میدید به دیوار و این شکلی میری جلو، بعد میای عقب. این هم گفتش که باز فکر کنید که مثلا یه خودکار میخواد، انگار که خودکار اینجاست، میخواید نگه داری با این دوتا اینجوری. این هم از این حرکت دیگه هم به هم گفت، برعکس ظاهرش که خیلی ساده است ولی خیلی مفید بود. خب 5 ثانیه سرتو فشار میدی به دستت و با دستت اجازه نمیدی که سرت حرکت کنه. خب 5 ثانیه این شکلی، بعد 5 ثانیه خیلی آروم این شکلی، دوباره من سرم آروم کردم، دوباره 5 ثانیه این شکلی و بعد این شکلی. آره اینم خیلی مفید بود. یه دونه حرکت دیگه هم به هم گفت که با این کش انجام میشه. برم کش رو بیارم بهتون بگم. خب این کش های ورزشی رو نمیدونم دیدید یا نه، من خودم سر همین قضیهشونم باهاشون آشنا شدم. سری کش هاییه که در واقع میزان کششی بودنشون متفاوته، رنگ های مختلف دارن، زرد، مشکی، سبز، یه رنگ دیگه هم دارن، قرمز فکر کنم، که بر اساس اون قدرت بدنی که شما دارید یا بر اساس مشکلی که دارید، چون اینا ورزشی هم هستن دیگه، در حالت عادی هم میتونید استفاده کنید، اینکه چه مشکلی دارید یا پزشک بهتون چه توصیه میکنه، خلاصه میتونید که ازش استفاده کنید. برای من گفتش که من همین انتخاب کردم، همون رنگی خود تراپیست خود فیزیوتراپم داشت، گفتش که اینو این کار میکنید. خب این دست، دو تا دست رو ثابت میچسبونید به بدن و سعی میکنید که اینو این شکلی بیارید. کم سخته که بعد دست به بدن بچسبه ولی این شکلی. خب تا این حرکت بود که به من گفت. یه دونه حرکت دیگه بود که اونم باز الان براتون انجام میدم، اونو قبل از این بهم گفت، اونم واسه یه دونه بند هست، هر چیزی که بخوایم میتونید استفاده کنید. بذار الان میام. خب حرکت بعدی و فکر کنم حرکت آخری باشه که میخوام براتون نشون بدم با این بنده. من مثلا بند کیف برداشتم، نباید چیزی باشه که کش بیاد. اینو میذارید اینجای سرتون یه جوری که اینجا وایساته، این کار خیلی سختیه ولی خب اینجای سرتون، بعد اینو این شکلی میکنی، بعد از روی چونتون رد، من نمیدونم اصلا چجوری واقعا اینجوری میتونه بشه. خب اینو میذارید پایین، اینو میدید پایین، اینو این شکلی سر رو باش میکشید، سر و گردن رو. خب این شکلی داره، اینو میذارید اینجا، اینو میارید، تو میدونم یکم میاد پایینا ولی خب خودش هم گفتش کار نداره، حالا سعی کن که چیز باشه. حالا فکر کنم مثلا خانوما یکم مشکلشون با این قضیه شاید بیشتره. مثلا اینو میارید اینجا از روی چونه، اینو این کارو میکنه. ما باز 5 ثانیه نگه میدارید. اینم خیلی
کمک میکنه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. مرسی ازتون که با من همراه هستید. اگر که دوست دارید و اگر که دفعه اولتونه که ویدیوهای من نگاه میکنید، خیلی خوشحالم از این بابت، خیلی خوش اومدید و امیدوارم که همراه همیشه یه ویدیوهایتون با من باشید. سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، از این کاری که من میگم بکنید که خلاصه بیشتر من انگیزه بگیرم که بیام و ویدیو بذارم. مرسی ازتون، امیدوارم که خوب و خوش باشید هر جای دنیا که هستید و من توی ویدیو بعدی شما رو میبینم. خدافظ.